رسیدیم به ویدیوی تاپ برنامه‌مون. توی این قسمت برای اولین بار ویدیوی تاپ رو اختصاص دادیم به رپ، اونم از نوع سپهر خلصه. نذا توی دلت سردی بشینه گل من، نذا اشکاتو هر کی ببینه گل من. سپهر خلصه متولد مرداد 1367 و 28 سالشه، ساکن ونکوور کاناداست. با سروش هیچکس کار کرده، با علیرضا جی جی، بهزاد لیتو، سیاوش راد، سیجل. من بیشتر از این در موردش نمیگم تا همه چی رو از زبون خودش بشنویم. سلام به سپهر خلصه عزیز. سپهر چون حالت چطوره؟ سلام میکنم خدمت شما و بیننده‌های خوب دریملند تی وی. حالم خوبه، حالم خیلی خوبه، خدا رو شکر. سپهر، بیننده‌های طرفدار رپمون نشستن و منتظرم که من زیاد صحبت نکنم، همه حرفا از زبون خودت بشنوم. میخوام از صفر صفر شروع کنم. متولد چه سالی هستی؟ از این سوال میخواستی شروع کنی؟ من قبل مصاحبه فکر کردم که این سوال اول نپرسی، ولی باشه میگم. 1367 یعنی 28 سالته. چه ماهی؟ ماه مرداد. واو، چقدر مردادی داری. منم مردادی هم. عالی. کجا به دنیا آمدی؟ من تهران به دنیا آمدم. چه محلی؟ ستارخان. بچه قلب. البته دروغ نگم، ستارخان رو نیومدم. سه سالگی رفتم ستارخان. گیشا به دنیا آمدم، ولی ستارخان دیگه. دیگه اوایل قلب. ستارخان یادت، گیشا رو یادت نیست؟ بله بله. خب چجوری شد سر از ونکوور در آوردی؟ والا دیگه مهاجرت کردیم دیگه، مثل خیلی دیگه خانواده های ایرانی که حالا به دلایل خاصی مهاجرت کردن. منم به دلیل کار مادرم که حسابداری شرکتی بودش و الان توی کانادا حسابداری میکنه، مجبور شدیم که کل خانوادهمون بیایم. الان حدود 12 سال که کانادایی؟ نه؟ بله 12 ساله که ونکوور هستم. ونکوور. ایران نیومدی و برگردی؟ ایران حقیقتش بعد از 10 سال یا 11 سال پارسال برگشتم به مدت 3 ماه. جدی؟ 3 ماه تهران بودی؟ بله تهران بود. چطور بود؟ دوست داشتی؟ عکس‌العمل مردم چطور بود؟ حالا جدا از عکس‌العمل مردم، همون تازگی داشت دیگه برام. خب مثلا 10 سال نبودم، فامیلو نایده بودم و اون جاها محل ما که تکون نخورده بود. ستارخان موزه است، هیچی شنش. آره، محل قدیمیه. چطور بود؟ دوست داشتی؟ دوستای قدیمی اصلا داشتی که ببینیشون یا نه؟ همه رو گم کرده بودی؟ حقیقتش داشتم، ولی نتونستم خیلی هاشون رو ببینم به دلیل این تفاوتی که به وجود آمده بود. این بار رو سرم شلوغ شده بود و این مشکلات که بود، خیلی از دوستای قدیمی رو نتونستم ببینم و خیلی از فامیل رو که جا داره همینجا عذرخواهی کنم. خیلی هم عالی. سپهر جان بریم سراغ موسیقی. بریم. از کی شروع کردی؟ اولین کارت چی بود؟ این سوال رو حقیقت خودم هم هنوز نمیدونم. من آخه حرفه‌ای مثلا هیچ وقت دنبال این نبودم که موزیک کار کنم. مثلا بگم 6-7 سال پیش، شاید مثلا 6 سال پیش که همون رپ فارس توی اولین موقعیت خودش بود و فقط مثلا شاید تعداد رپرهای معروف از 5 نفرم کمتر بود و اون اوایل من خیلی گوش میدادم و عشق داشتم به نوشتن. هیچ وقت فکر نمیکردم که خودم یه روز بخوام بخونم، ولی خب میدیدم که چه تأثیر بزرگی داره توی شعر نوشتن معاصر ایران میذاره این حرکت رپ فارس. و شروع کردم نوشتن و اینا. بعد به صورت اتفاقی با چند نفر آشنا شدم که راهم باز شد خوندن. با کی اولین نفر آشنا شدی؟ حقیقتش سروش هیچکس یکی از انسانهایی بودش که بسیار کمک کرد به من توی این مسیر. و جالب اینجاست که همون چند سال پیش، 5-6 سال پیش، 4 یا 5 سال پیش، منو رفتم لندن که خانواده‌ام رو ببینم، اون عمو رو ببینم. اونجا باهاش آشنا شدم و خیلی تعلیمات رو به من داد و خیلی منو به اصطلاح تشویق کرد. هنوزم با سروش در ارتباطی؟ بله، اتفاقا به زودی خیلی دوست دارم ببینمش چون اجرا دارم تو لندن. با من برای دومانی استاد همیشه باش در ارتباط. خیلی مالی. خب با بچه های دیگه، با علیرضا، سیاوش، اینا چجوری آشنا شدی؟ علیرضا و سیاوش
کار تقدیر دیگه، میدونی، یعنی واقعا یه جوری بر سر راه هم قرار گرفتیم. من همیشه خب طرفدار بچه ها بودم، یادمه نمیدونم 16-17 سالم بود تو ماشین ترک این ترک بود بریم فضا بود مرسش میدادم و مثلا میگفتم چقدر سیجل متفاوت میخونه و مثلا پوستر بچه ها رو من تا همون اوایل سالهای اول اتاق دیوارم داشتم چه هیچگر مثلا خیلی از بزرگای رفت و اینجوری شد دیگه. بعد دوست شدیم و بعد هم مثل جورای همکار شد. طبعا الان هم باشون کار میکنی یا از کنسرتت بگو، کنسرت ونکاورتون چجوری بود؟ کنسرت ونکاور واقعا خوب بود، چون بله چون که میدونی چیز بود، شهر خودم بود، کلن هر آرتیسی تو شهر چه حال و هوای دیگه ای داره دیگه. بعد بچه ها مهمون بودن و ونکاوری حقیقتش کم نذاشتن. بهزادم کاناداست سپه نه؟ نه بهزاد اومده کانادا ولی کانادا زندگی نمی کنه. دوره هست الان فعلا اونجاست. ولی خب از علیرضا و سیاوش که دوری، همه کاناتون رو اسکایپ و فیس تایم و اینجوری حل میکنی؟ والا تا اونجایی که بشه سعی میکنیم همو ببینیم، ولی مثلا من و بهزاد که انقدر اسکایپ کرده بودیم بعد که تو تورنتوی کانادا همو دیدیم مثلا نتونستیم کار کنیم، همو برگشتیم روی اسکایپ دوباره. عادت کردیم پیش هم نمیتونیم کار کنیم، باید دور باشیم دیگه. شاید اونجوری راحت‌تره دیگه، خیلی از رپ‌کن‌ها دوست دارن تنها بنویسن و مثلا تو جم یا گروه نمیتونم بنویسم، ولی خب خیلی دیگه گروه ها فرق داره. البته خودت هم همینطوری تنها دوست داری بشین تکستاتو بنویسی؟ بله من دوست دارم تنها بنویسم که تو زندگی من البته کم پیش بیاد تنها باشم، همیشه دور بر شلوغه. حالا حتی قبل از این قضیه رپ و شهرت و اینا همیشه رفیق باز بودم به اسم مادرم. آه اسم مادرتو بودی سپه، پدر مادرت با کارت موافق بودن؟ دفعه اولی که فهمیدن این کار میخواد بکنی چجوری باید برخورد کردن؟ ببین ناراضی بودن به خاطر اینکه خب من یه دانشگاه خوبی داشتم، یه رشته خوبی رو درس میخوندم و آینده خیلی به اصطلاح اگه به اون بعد قضیه نگاه کنی خیلی آینده درخشانی از دید اونا داشتم و تصمیم گرفتم که خب یه سری چیزها رو کنار بذارم و به اصطلاح به رپ رو بیارم. درستو ول کردی؟ جان؟ درستو ول کردی؟ ول نکردم، تموم کردم ولی دیگه ادامه ندادم، یعنی تا همون درجه فوق لیسانس تمومش کردم دیگه. مثلا مادرم خیلی دوست داشت که من برم تو رشته پزشکی یا حالا هر رشته که هست تا دکترا، ولی خب مادر من دیگه انتظاراتش یه جوری دیگه بود. الانم با این قضیه ایشون کنار اومده، خیلی ساپورت میکنه چون که میدونه که داریم یه تغییری توی فرهنگ به حال وجود میاره. طب طرفدارای پاپ رپ گوش نمیدن؟ دوست دارم طرفدارای رپ چطور؟ پاپو دوست دارن یا نه اصلا فقط میگن ما چه پاپی اونا با ما بعدن هیچکی با شما بعدن؟ ببین آخه طرفدارای به اصطلاح رپ بیشتر اصلا پاپ گوش میدن چون که رپ که همیشه تو گوشمون هست، بعد وقتی که مثلا بیشتری داریم رپ گوش میدیم، ولی وقتی که میخوایم موزیک گوش بدیم یا بریک بگیریم از رپ همیشه پاپ. و واقعا مثلا خود من بیشتر محسن چاوشی آقا چاوشی گوش میدم. این اختلاف نظر اول از کجا به اومد؟ چرا بین پاپ و رپ اینجوریه؟ چرا بعضی میگن وای نه اون که فقط دارن حرف میزنن، که آقا خوش میدن، از کجا آمده؟ نمیتونم بپذیرن که بابا اینم یه سبک طرفدارای خودشو داره و طرفدارای زیاد داره. بله به هر حال این اختلاف ها از اونجایی به نظر من میاد که خب به هر حال بچه تعصب دارن رو سبکشون و به اصطلاح تعصب دارن رو موسیقی، چون که سبک رپ خیلی ساختار شکنی میکنه، حالا چه تو ریت، چه توی شعر، چه توی برحال. مثلا یه برداشت غلطی که هست اینه که مثلا رپ نوت نداره، با اینکه مثلا یه رپ خونم میتونه فالش بکنه و ما به نظر من همون اندازه موزیک قضیه مهمه، ولی خب ما چون کلام محوریم اونا موسیقی محورن یه ذره با هم دیگه میبینیم، اما فوش هم میدیم دیگه. خب رپ دیگه حرفتونه.
چجوری این حرفا توی ذهنت میاد؟ یعنی چجوری میشه که مینویسی؟ عصبانی هستی یا نه؟ حس میاد یا این فوشا چجوری میاد؟ خدا میدونه دیگه. حالا اینو میگه جالبه، مادر من خروش میشه به من میگفت یا آهنگ بخون مثل رضا صادقی. ببین فوش ما حالا مثلا کلمه درستی نیست، ما از کلمات محاوره‌ای جامعه به شکلی که تو خود جامعه استفاده میشه داریم استفاده میکنیم. یعنی اصطلاح آینه‌ای هستیم از جامعه. یعنی اگه مردم ما اینجوری صحبت میکنن، ما هم تو موزیکمون سعی میکنیم که مؤدب‌تر صحبت نکنیم و این انتقادام از همین رک بودن اون هست. یه دونه آهنگ داری برای پدر، یعنی مخاطبت پدرته. بله. خیلی قشنگه، خیلی هم تکستش خیلی خوبه. چه جور وقتی پدر چنین چی گفته؟ احساس میکنم پدرم خیلی احساساتی شد، چون که راجعش با هم صحبت نکرد و منم سعی کردم خیلی نپرسم و بذارم که اون حسش رو با آهنگ داشته باشه، ولی نگاهی که بهم کرد فهمیدم که دوست داشت. عالی بود، خیلی عالی. یه از آهنگای فوق‌العاده سپر آهنگیه که ترکید گل من. بله دیگه. چی شد؟ این گل من موضوع اصلیش نگاه به یه خانومی داره که حالا فقط خانومم حالا مطرح نیست، ولی دیده من این بودش که یه خانومیه که و یه دختریه که داره میره تو اجتماع و با این مشکلات جامعه روبرو میشه و به اصطلاح پاک بودن و چی میگن اون حس خودشو آدم ها ازش میگیرن و سعی میکنن کم کم چی میگن کم کم سردش میکنن و اینو من دیده بودم تو جامعه و سعی کردم که یه جوری نشون بدم، چون واقعا حالا جامعه کلن چه ایرانی چه خارج از ایران میتونه خیلی بیرحم باشه به یه نفر و از این موقع وقتی که حالت مثلا خوب خودش قرار نده و من سعی کردم که حمایت بکنم و بگم که یعنی سعی کردم که به اصطلاح قوت قلب کنم. خیلی عالی بود، خیلی هم جالب بود که یه تیکه کلام شد توی برنامه پرطرفدار صدا سیما. بله دوزیدن از زمان دیگه، ولی مثلا این خوب بوده دیگه. سپر میخوام از هفته ها بپرسم چه قشنی هم؟ چند سالش بود؟ والا یه ذره سن پایینه و خوبه، خیلی انتقاد میکنن، ولی به نظر من خیلی خوبه چون آینده رو این بچه ها قراره عوض کنن. منی که دیگه داره 30 سالم میشه تأثیری ندارم تو رفت فارس، بایستی که نسل جدید بیاد و کار خودش شروع کنه و فرهنگ رو عوض بکنه. تا کی میخوای سپر ادامه بدی؟ خدا میدونه، من گفتم تو 30 سالگی. خب چیزی نمونده که یه تمام دیگه آخرش. نه شوخی میکنی، نمیذارم فکر میکنم. به نظرت یعنی رپ تاریخ انقضا داره سنیه؟ یا من یه سری رپرهای خوب آمریکایی هستن مثل پوشتی که سنشون یا مثلا مستر ایس سنشون زیاده، مثلا 30-35-40، ولی خب هنوز، یا خود جیزی رپرهای عالی هن الان هنوز از جوانی هاشون شاید بهتر رپ تا وقتی که حرف برای گفتن داری میتونی رپ کنی، ولی خب ما ایرانی ها یه ذره داستانمون فرق میکنه چون که قضیه مالی قضیه مشخص نیست و وقتی که رپ را سعی میکنن تشکیل خانواده بدن یکم مشکل داره. درسته، فکر میکنی ایش وقتی رپ فارسیمون تحولی به وجود بیاد یا نه همینجوری که داره پیش میره همینجوری پیش بره؟ همیشه در حال تحول بوده. شما دقت بکنید از اوایلش مثلا کی فکر میکرد که مثلا اجراها به این گستردگی هنرمندا بیان برن از داخل ایران بیان تو خارج اجرا بذارن گور بذارن و اینو هیچ وقت کسی فکر اصلا کسی فکر نمیکرد که رپ فارسی درآمدزا بشه و واقعا خیلی تعداد آدمای کمی ایمان داشتن به این قضیه. درآمدزا شده؟ درآمدزایی که منظورم ایجاد درآمد به هر حال کرده دیگه، آرتیست‌ها دارن شو میذارن، آلبوم‌ها به هر حال اسپانسر داره. الان قدیما فقط همه چی از جیب خود آرتیست بود دیگه. درسته. از آلبومت بگو، آلبوم یادگاری. آلبوم یادگاری به هر حال من یه حاصل تلاش یه تیم بزرگی بود، دوست خوبم علیرضا، دوست خوبم سیاوش راد
و خانومم نیلوفر خیلی من تحمل کرد تو اون ماهی که فقط داشتم خودم می‌نوشتم و خونه می نمی‌رفتم و خیلی ساپورت داشتم و از طرفدارای گلم تشکر می‌کنم که در حال حوصله کردم و گوش دادم. خیلی عمالی گفتی خانومم، نامزد کردی ازدواج؟ نامزد کردیم سالیان سال، نه نامزد کردیم، منتظریم که بریم مرحله بعد. براتون آرزوی خوب میکنم. اسم علیرضا رو بردی، امروز تولدش بود، میخواستم بهش یه تبریک هم بگم، البته خودم باش در ارتباطم تبریک گفتم، ولی از اینجا هم میخوام بهش تبریک بگم. خب دیگه خود تبریک گفتی که منم پس یه دونه تبریک دوم میگم. تو تبریک گفتی صبح دیدم جان، میگم تو تبریک تو گفتی صبح دیدم. آره صبح که این شما تایمتون تو شبتون قاطی هستم و به خاطر اینکه دیر وقت نمیخوام زیاد وقت بگم، چند تا سال کوچولو از دوستم، فکر میکنی الان بهترین رپر رپ فارس کیه؟ این سوالو نکنین، من میتونم مورد علاقه خودم مورد علاقه خودم من ستای مورد علاقه خودم هیچ کس سهراب ام جی خیلی دوست دارم و سیجد. علیرضا بشنوه چی؟ نه خب علیرضا قابلیت های بیتسازیش خیلی بیتساز نامبر وان جان؟ بیتساز نامبر وان. بله نامبر وانه بیتسازش. از کدوم یکی از رپرها بدت میاد؟ بدت نمیاد؟ خوشت نمیاد؟ بعدم نمیاد از کسی حقیقتش، اگر حالا من تو حاشیه و اینا بودم واقعا بیشتر برای همین مثلا بازارگرمی آلبوم هاست و اینا با آتیست ها مشکل شخصی نداریم، بعدش باهم شاید حرف بزنیم. حالا شاید خیلی ها بگن که این مثلا غیر واقعیه، ولی حقیقتش مثلا یه سری برای شوخی بوده، یه سریش به هر حال همین کلکلای پسرونه بوده، اگر نه ما بعد هیچ که نمیخوایم، یعنی سعی کردم تو زندگیم فقط خوبی بخوام کردم. یعنی حرف حدیثی هم که پیش میاد یه مقطع و به قول خودت حالا حرفی که همه دارن ولی مال شما ها میپیچه. دیر رفت همینه وگرنه ما همه همو دوست. خیلی هم عالی. پلانات برای آینده چیه؟ داری رو چی کار میکنی؟ والا ما هر بود که فردا اعلام کنیم، ولی دیگه اولین جا از اینجا میگم دیگه بسیار عالی، شما زحمت کشیدین. ما داریم با بهزاد یا آلبوم مشترک میدیم و تاریخشو نمیدونم بگم ولی دیر نیست. فقط خودتو بهزادین؟ منو بهزادین، یه چند تا مالا آرتیست سورپرایز هست، ولی آلبوم بسیار آلبوم پر انرژی 100%. بهزاد یه سال مهم، استرالیا میخوایم بیاریم برای کنسرت یا نه؟ من گفتی بهزاد دیگه جواب نمیده. آه حواسا اسم بهزاد آورد، اسم بهزاد آوردی، سلام به بهزاد. اونگلی ها ما دوست داریم بیایم، شما باید ساپورت کنیم ما بیاریم. نیومدی تا حالا؟ نه والا اتفاقا خیلی تعریفش شدم، خیلی طرفدار داری اینجا واقعا، چون تینیجر زیاد داریم. تینیجر خوبه دیگه. بعد من اون بحثی هم که با هم کردیم میخوام بیام کانگوروها رو ببینم. وای آره دیدی عکس رو بهت نشون دادم، داشتم گولت میزدم. کانگوروهای بسیار خیلی قشنگه. خیلی قشنگه، طبیعت بکره میای میبینی. وقت تو زیاد نمیگیرم سپه جان، تو آخر هرچی میخوای به بیننده های برنامه همون بگو. من تشکر کنم از دستن نکردن برنامه شما، بچه های پشت صحنه که زحمت کشیدن و همین چیزای معمولی ولی بسیار مهم. تشکر از پدر و مادرم و تشکر از خانومم، تشکر از خود شما که وقتتون گذاشتین و مهمتر از همه شنوندهای عزیز، و امیدوارم که هر روز بهتر از دیگه باشید. ما هم آرزوی موفقیت برات میکنیم و میدونم که هر روز موفق‌تر از دیروز میشی و برات بهترین آرزو رو داریم. شبت خوش، مرسی از وقتی در اختیارمون گذاشتی. خدا حافظ.